یک لحظه این صدا رو بشنوید. چطور بود؟ خوش شما آمد؟ منظورم صدای دوتار هراتی؟ من میخوام در این ویدیو با کسی صحبت کنم که یک دوتار هراتی درست کرده، البته به شکل مدرن. اگه میخوایم بفهمیم که این شخص کی هست و این دوتار هراتی رو چگونه ساخته، لطفا ادامه ویدیو رو تماشا کنید. درود، لبخند و مهربانی نثار همه شما. عرضم تندرست، کامگار و سربلند باشین. من جاوید صادقی هستم. اگه بار اول وارد کانالم شدین و از این مدل ویدیو هم خوش شما میه، خیلی لطف میکنین اگه همین لحظه کانالم رو سابسکرایب کنین. اگه علامت زنگوله هم بزنین که بیشتر لطف میکنین، چون در آینده اگه من ویدیوی جدید بگذارم شما اولین کسی هستین که با خبر میشین. فکر میکنم زیاد صحبت کردم، ببخشید. بزرگواری امور قیمه، در اول ویدیو گفتم یک جوان خوشتیپ پیدا شده که یک دوتار هراتی بسازه، البته به شکل مدل. من در مورد این دوتار پرسان کردم از او و خیلی جالب بود برای من. خواستم شما هم ببین بیاین تماشا کنید. در مورد از این بگو، خبر شده که برقی ساخته. چی هستی؟ یه اصلا دوتار هراتی ماست، پردایش از گیتار انداختیم. دیگه یک دانه پیک اپ داره که بطری کار میکنه. اینی میکروفون ها که میبینی؟ اینی یک میکروفون است. اینی اینجا هم یک دانه تون اپ نیمر است. دیگه همراه برق میره در افکت گرید. باز افکت گرید میره در میکسر یا در مشپولت یا در باکسون، باز میتونیم برایش. این از ابتکارهای خودت است؟ نام ازش چی گذاشتی؟ دیگه اون دوتار هراتی هم زیاد. کنار اکلیل آدینه هستم، کسی که من خیلی دوستش دارم. چند سال میشه میشناسم اکلیل جانه، ولی میخوام که اکلیل بیشتر خودش خود رو با شما معرفی بکنه. سلام جانم، اکلیل هستم. آدینه تخلص میکنم دیگه، فعلا همراه خودت مقابل دوربین پیش دوستا و رفیق هستی. اکلیل جان، من خبر دارم که تو به اصطلاح همه کاره هستی، خیلی کارا بلد هستی. یکی از هنرهای خوبتی است که میتونی خیلی از آلای موسیقی رو بنوازی، خیلی قشنگ بخونی و آلای موسیقی هم بسازی. در مورد آلای موسیقی بگو برای من. دوتار هراتی ماست که کمکار گفته آلمان ها مودیلیشن دادیمش، یا به اصطلاح پردایی که از پلاستیک بود سابق او پس شده، به خاطر که همین اهتزاز خوب باید از بته. دیگه یک کمربند است که در گردن خود آدم میتونه به اصطلاح سیار ساد باشه بدون از اینکه بشینه. یک میکروفون داخلش انداختیم، یک دانه پیکاپ داره. دیگه از طریق پیکاپ میتونه آدم که صدا را بلند بسازه، و در ضمن یک افکت گریت است که همراه از او و باکس میتونه آدم بیرون موسیقی کنه و تمرین کنه و یعنی یک نواوری رقم باز. این ایده از کجا آمد که تو این رقم به اصطلاح میکس بکنی، چند کار و کار تازه درست بکنی؟ والا اینطور است که نظر به نواوری باید، به نظر من عادت افغان ها همیشه بود که مثلا آدم در زمین میشیشت. این حال همراه موسیقی فیوژن یا کت دیگه هنرمندا که آدم موسیقی کنه، جای شیشتن یا قالین نیست یا چیز نیست که آدم کش میکنه طبق زمانه یا طبق محیط خود آماده بسازه و از تکنیک استفاده کرده یک گام بیشتر رو کرده، همراه تکنیک بیشتر رفتن است. کنم من خودم هراتی هستم، به عنوان کسی که هراتی هستم رباب برای من خیلی آشنا هست، رباب. ولی برای من جالبه که چرا تو رفتی سراغ دوتار این میکس کردی، چرا سراغ رباب نرفتی یا رباب هم برنامه داری؟ رباب هم من
چندین سال پیش رباب برقی ساختیم، مونتا امرای افکت رباب نمیشه به خاطر که سیم پلاستیکی است و اپنیمرش یا صدا را که میگیره تنها به اصطلاح میکروفون میتونی بسازی که بلند شوه، ولی افکت هایی که گیتار است یا سلاید گیتار یا راک ان رول اینطور چیزا رو نمیتونه آدم در رباب میتونه آدم، ولی فعلا امرای یک آهنگ دوتار داره که خوشم آمده دیگه قابلت نیست، ولی دمی چند هفته و چند ماه شده که امرایش چند وقت میشه سخته گفتی؟ این را فکر میکنم 3 هفته 4 هفته میشه. دوستای گرامی بگم اکلیل مدت زمان زیاده میشه در آلمان زندگی میکنه، من کمتر از شاید حدود 4 سال میشه، ولی نزدیک عمرم اکلیل در آلمان زندگی کرده. و چگونه شد با این که تو مقدار زیادی از عمر خود در آلمان زندگی کردی بازم چسبیده هستی به موسیقی افغانی؟ حدود فکر میکنم 50 سال سن داری. بله من تقریبا 30 سال است که در آلمان هستم دیگه، همراه هنر موسیقی اینا همطور گره خوردیم، ولی حال در جستجوی تقاعد کردن هستن، حال موسیقی جوان هست این میخواه تقاعد بکنه ولی موسیقی را نمیکنه. اکلیل سوال آخر برمه بگو دوستا گرامیمه که دوتار و آلای موسیقی افغانی و میکس اونا ساختن اونا به مدل روز برابر کردن و مدل روز چقدر میتونه بر معرفی موسیقی افغانی به این جوامع کمک بکنه؟ چقدر مثلا آلمان ها و یا اروپایی ها میتونن آشنا بشن؟ چقدر میتونه مفید باشه؟ در این زمینه باید آدم راستی کار کنه. من فعلا اونقدر وقت زیاد ندارم که به موسیقی باشم، ولی فکر میکنم آلمان ها یک اصطلاح دارن میگه من موس مرد سایت متکین، زمان با تکنیک حرکت کنه. فعلا یک چیز ساده رو بر خود بگویم، اکثریت هنرمندای ما که موسیقی میکنن در زمین میشینن تکلیف دست کمر رو اینطور گپا دارن. این حال وقتی که آدم استاد باشه یک جای میری سیم است، هوای تازه است، هفته است، خونم خوب جریان پیدا میکنه، با پا پیدا میکنه، آدم حرکت میکنه، یعنی از لحاظ صحی نسبت به یک 400 500 موسیقی ما شما یک میستیک داره که به اصطلاح من شخصا خودم که اگر زیاد موسیقی کنم وقت از یاد میره، اینا وقت زیاد از یاد آدم میره، در یک حالت میباشی قید میباشه میخواد بر بدن خوب مثال آدم گاهی سر یک پای گاهی سر دیگه پای بدن یعنی چیز نه استلاک نمیشه. بسیار خوب، من دوست دارم اگر موافق باشی بیندای من ببینن یک دوتار هراتی با من بنوازی با سبکی که خودت میخوای، با روشی که خودت میخوای، با مدلی که خودت میخوای. نمیفهم، من بسیار کم وقت است که دوتار می نوازم دیگه، کدام ملودی ایراتی، هر ملودی که آمد خدا و هست گفتم، من خود زیاد یاد ندارم راستی. ایراتی هم کم کم یاد گرفتی؟ بیشتر یاد نگرفتی. زیاد رفیقایم از ایرات دستن دیگه از خود. Thank you.
سپاسگزارم از وقتی که به تماشای گفتگوی ما با اکلیل آدینه گذاشتین. اگه ویدیو برای شما جالب بوده لطف کنین همین لحظه یک دونه لایک بگذارین و راستی اگه دوست دارین مصاحبه ما با یکی از رباب نوازای بسیار قدیمی افغانستان هم ببینین اینجا را کلیک کنین. اگه عضو کانالمون نشدین اینجا را کلیک کنین. تشکر. خدا نگهدار.